تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته. سر سفره قرآن هر آیه رو چند دقیقه روون، ساده، فشرده تفسیر میکنیم. رسیدیم به جزء 8 سوره انعام آیه 340. با هم بشنویم. قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. به یقین زیان کردن کسانی که فرزندان خودشون را سفیهانه و از روی جهل کشتن، بچه هاشون رو میکشتن، گاهی به خاطر ترس فقر، گاهی به خاطر قربونی بت‌ها، بچه‌شون رو سر بچه‌شون می‌بریدن، خونش رو به بت‌ها یا سنگی می‌مالیدن و فکر می‌کردن که این کار قرب به خداست. قد خسره، خسارت کردن. چی رو از دست دادن؟ خسارت عاطفه رو از دست دادید، وجدان رو از دست دادید. خب از دست دادن عاطفه، نعمت‌های حلال، کسب دوزخ، اینا همه خسارته. قد خسر الذین قتلوا اولادهم، قطعا خسارت کردن کسانی که بچه هاشون رو کشتن سفهن، سفیهانه، به غیر علم، بدون علم. و حرموا ما رزقهم الله، آنچه را که خدا از روزی آنها ساخته بود بر خودشون حرام کردن، به دروغ حرام کردن، حلالها را حرام کردن. و ما کانوا قد ضلوا، اینها گمراه شدن. و ما کانوا مهتدین، هدایت هم نیافتن. هر کاری که خواسته باشیم حرام کنیم، یعنی هر چیزی که میخواید حرام کنید، یا با دلیل قرآنی داشته باشید که در قرآن، سنت، روایات پیغمبر و اهل بیتش دلیل باید داشته باشیم که حرامه، یا دلیل عقلی داشته باشیم یا دلیل نقلی داشته باشیم. شما همینطور حرم و مارزق هم الله، همینطور خودتون پیش خودتون میگید نه این حرامه. قرآن تو این آیه خیلی اینا رو به رگبار میبنده، یعنی 7-8 تا تعبیر تند، یعنی 7-8 تا رگبار میبنده به جون اینا که یا بچهشون قربون میکنن، قربون بت‌ها، یا بدون دلیل یه چیز حلال رو حرام میدونن. تعبیرات رو ببینید: خسره، خسارته، سفهن، خله، بیخرده، به غیر علم، سواد نداره، جاهله، زلو، منحرفه، و ما کانو مهتدین، هدایت پذیر نیست. چقدر ببین کلمان خسارت کردن، سفیه هستن، بیخردن، جاهلن، افترا عن الله، به خدا تو افترا میبندن، گمراهن، هدایت پذیر نیستن. همه اینها به خاطر کسانی که دنبال خرافه برن. در زمان ما هم خرافه کم نیست، هستن شیادانی که در یه جاهایی که میبینن عالم ربانی نیست یا افرادی با عالم ربانی تماس ندارن، قیافه‌ای درست میکنن، همینطور یه چیزی رو میزنن، میگن اینجا نمیدونم شبنما شده، روزنما شده، اینجا فلانی عطسه کرده، اینجا فلانی سرفه کرده. تعجب میکنیم، خیلی دنبال خواب میرن. خواب دروغه اگر راست باشه و رؤیا رؤیای صادقه باشه، 1/70 وحیه. خوش انصاف قرآن تمامش وحیه، یه چیزی که 100% وحیه گذاشته کنار، رفت سراغ خواب، خوابی که یا دروغه یا اگر راست باشه 1/70 وحیه. قرآن رها کرده رفته سراغ شعر که پر از مبالغه است، یا خلافه، البته شعر خوبم داریم. و ما گفتن حتی اگر روایات رو شنیدی با قرآن، چون بعضی روایات ها ضعیفه، بعضی روایات ها جعلیه، روایت هم با قرآن تطبیق کن. اگر این روایت طبق قرآن بود عمل کن، اما اگر روایتی بود تباین کلی و ضد قرآن بود، این روایت هم به دیوار بزن. فضبوه علی الجدار، فضبوه علی الجدار نمیگه فترکو، نمیگه روایتی که ضد قرآن رهاش کن،
نمیگه رهاش کن، میگه فضربوه علجات به دیوار بزن، یعنی برخورد انقلابی کن. ما نباید ازده بدیم که حالا هر شاعری و هر مدداهی و هر گویندهی و هر نویسندهی و هر فیلمسازی هر چی میخواد طراحی کنه، فرشته رو به صورت دختر بکشه، نمیدونم فرض کنید که حالا قد خسره. این آیه 340 لقب‌های تندی داده به کسانی که خرافه گرازن. خسره، سفهن، سفیه، به غیر علم، جاهل، افترا عن الله، به خدا دروغ بستن، زلو، منحرفن و ما قادو محسن. تو یک آیه این همه توبیخ برای کسی که به جای عقل و وحی به سراغ خیالات و پندارها میره. از این آیه بگذاریم بریم سراغ آیه 341 از سوره انعام. و السلام علیکم و رحمت الله.